درود بر شما، به کانال خودتون خوش اومدید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و برای حمایت از ما یک کامنت انگلیسی بذارید که یوتیوب فکر نکنه شما رباتین. زنگوله رو هم فعال کنید. همه حکومتی‌ها هم درد رو میدونن و هم درمان رو میشناسن، اما قدرت بیان اون رو ندارن و این همان استبدادیه که از بیم عواقب یک سخن درست دهانها باز نمیشه تا شرایطش فراهم بشه. یعنی روزی که آجرها زیر پای نظام سست بشه و آن وقته که دهان حکومتیان هم باز خواهد شد. درباره کسری بودجه نیز همه آقایون میدونن که بخش مهمی از این کسری بودجه برمیگرده به تحریم‌ها و بخش دیگری هم به فساد و چپاول درون حکومت. جدی ما در وزارت اقتصاد و دارایی تمرکز کردن بر روش فروش اموال مازاد دولت هست که هم بتواند مولد بکنه دارایی هایی که متاسفانه غیر مولد هست در کشور و هم کمترین اثر رو به جهت پیامدهای تورمی یا اثرات منفی که میتونه داشته باشه بر بازارها. کارگروهی در این زمینه تشکیل شده و امیدوار هستم که در همین هفته های آینده شاهد افزایش میزان کاسه چکنمی که هم دولت روحانی و هم دولت رئیسی به دست گرفته محصول همین دو مسئله است و جایگزین اون هم فعلا گرفتن مالیاته. البته نه از مردم که مالیاتشون گرفته میشه و اگر ندند هم به زور میگیرن، بلکه مالیات از نهادهایی که روزنامه شرق در دو شماره گذشته خود نوشت. دولت کسری بودجه زیادی داره و درآمدهایی که پیش بینی کرده محقق نمیشه، اما هزینه های دولت افزایش پیدا کرده. درآمدهای حاصل از فروش نفت به سختی قابل وصوله و بیشتر در قالب تهاتر با سایر کالاها به دست میاد و اگر تبدیل به ارز بشه بنابر اظهار نظر مسئولان کمتر از 10 میلیارد دلاره که عدد بسیار کمیه. دولت با ایجاد سازوکارهای منطقی و استفاده از بانکهای اطلاعاتی و همچنین ارائه لایحه به مجلس برای قانونگذاری میتونه سازمانهایی رو که در اقتصاد و بازار فعال هستن اما مالیات پرداخت نمیکنن یا معاف از مالیات هستن و در شرایط تحریم درآمدهاشون کاهش نیفته موظف کنه در این شرایط سخت اقتصادی با جامعه و دولت همراه بشن. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب اشکالی اسانه هزم نزدت الله روستای تاسران، شهرستان کبوتاهن، بس همدان، شهرستان کبوتاهن، روستای تاسران. از ایثارگران جنگ هستم. وقتی که جنگ تمام شد گفتن ای وسیزیا شما برای فعالیت برای تولید من آمدم 30 سال پیش اینجا را دامداری کردم، دامداری زدم اینجا را پسنه به چه معمولدم اینجا 30 سال اینجا خانه من بود. این فرد برای بالا بردن سطح تولیدش در دامداری از بانک وام میگیره و بهره بانک اونقدر بالا بوده که نتونسته وام رو پرداخت کنه. حالا بانک گاوداری و خونش رو مصادره میکنه که همسرش از شدت استرس سکته کرده و فوت میکنه و خودش 40 روزه که زندان بوده. باید به این کمک کنی. آقا آمدن اینا برای من کمک کنن در از 2 ماه سند زدن بیستون دولت. این کمک برم کردن. و اما سوال احمدی نژاد از حاکم و همه کاری جمهوری اسلامی. او گفته 40 ساله که همه چی دست شماست. میشه بگی خاصیت تو برای این جامعه چه بوده؟ تو چه کار کردی؟ او گفته یه گزارش کار بده اگر خدمتی به مردم کردی یا حتی اگر خوب مدیریت کردی. همیشه از مردم طلبکارید، انگار که از آسمان افتادید و مردم برده شما هستن، در حالی که همه چی دست تو بوده. بفرمایید که رابطه کشور رو با دنیا خوب کردید یا نه. بفرمایید که خاصیتتون برای ملت چه بوده. بفرمایید خاصیتتون چی بوده برای ملت که حالا این ملت این همه شما رو تحمل کرده، باز هم باید تحمل کنه. البته خب اینا علی ظاهر حکمشون از جای دیگه میگیرن، اما غافلن که اعتبار همون حکم هم به مردمه. خب این مردم چه کاری نکردن که باید میکردن؟ کجا کوتاهی کردن؟ شهید بده چشم، نزدیکانتو بده چشم، تحمل کن چشم، مالتو بده چشم، بیا تو خیابون چشم، فریاد بزن چشم، سکوت کن چشم. آیا نباید کسانی که چنین ادعاهایی میکنن یه مقدار به خودشون نگاه کنن، یه مقدار عملکرد خودشون رو ارزیابی کنن، نقش خودشون رو در بروز این وضعیت مورد بررسی قرار بدن؟ انقلاب ایران بیش از اون که انتظار می‌رفت با پشتوانی مردم ادامه مسیر می‌داد، اما اینک پشتوانی مردمی خودش را از دست داده.
شکست حاکمیت در 4 دهه حکمرانی در کشور و عدم توان مدیریت صحیح و اصلاح گذشته باعث شده که انقلاب ایران پشتوانه مردمی خودش را از دست بده. برای نجات کشور و مردم هم که شده باید فکری به حال ایران بکنیم و نذاریم که بی تدبیری حاکمان به قیمت نابودی یک تمدن چند هزار ساله تمام بشه. کشور و مردم نیاز به یک اتفاق تازه دارن تا از نابودی میلیون ها انسان دردمند جلوگیری بشه. اونایی که دارن مقابله میکنن نمیذارن روز کوروش برگزار بشه از چه نگرانه؟ دو تا حالت که بیشتر نیست، یا نگرانن که کوروش بره بالا تجلیل بشه، یا نگرانن مردم وقتی میان برای تجلیل کوروش یه چیزی به اونا بگن. اعتراض های مردم در ایران در حال ورود به یک عصر جدید و تازه است. مردم پس از دی 96 و آبان 98 در حال درک هرچه بیشتر شرایط و واقعیت روز کشورن و به خوبی به راز و رمز اتحاد پی بردن. مردم معترض اصفهان بر بستر خشک زاینده رود زایشی تازه رو رقم زدن و هر جا که نام رهبر ایران بیان شد با فریادهای اعتراضگونه مردم مواجه شد. آیا رهبر ایران صدای این بلوغ سیاسی رو شنیده؟ سلامتی برای رهبر معظم و اما نتایج فاجعه بار استراتژی وقت کشی رژیم. فرانسوا میتران رئیس جمهوری که 2 نوبت 7 ساله بر فرانسه حکومت کرد جمله مهم اما معروفی داشت که می گفت باید زمان رو به زمان واگذار کنیم. این شاید بهترین فرمولیه که اینک عملکرد رژیم جمهوری اسلامی رو توصیف میکنه. با گذشت هر روز از عمر دولت قاضی جنایتکار ابراهیم رئیسی این نکته ملموستر میشه که کمترین اقدامی برای تغییر شرایط از بالا و بهبود اون در انتظار کشور نیست. در نوعی از استراتژی آتش به اختیار، خامنه‌ای کشور رو تا زمان مرگ خودش به مرگ زمان سپرده. این انتخاب اما میتونه آینده تباه رو برای میهنمون تدارک ببینه. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نبود هیچ گونه تاکتیک و استراتژی در دولت جنایتکار بزرگ رو این گونه بیان کرده. لازمه به رئیس جمهور اعلام کنیم ما هنوز منتظر برنامه جامع اقتصادی دولت هستیم و تا امروز هیچ برنامه جامع اقتصادی توسط دولت اعلام نشده. پرسش اساسی اینه که دولت آخوند آدمکش رئیسی کدام برنامه جامعه اقتصادی رو میتونسته اعلام کنه که نکرده؟ هر برنامه ای نیاز به منابع و تدارک و مدیریت داره. کدوم یکی از اینها در نظام مفلوک در حال ریزش و ورشکسته اسلامی حاکم موجوده که بخوان اون رو مبنایی برای برنامه ریزی قرار بدن؟ این فقط اقتصاد نیست که قربانی استراتژی به حال خود واگذاری اوضاع شده. مذاکرات برجام بر سر فعالیت‌های اتمی که میتونه به محاصره اقتصادی و حمله نظامی به ایران بشه نیز شامل این موضوعه. تمام کشورهای همسایه از طالبان و شرکای تروریست خود در افغانستان گرفته تا پاکستان و جمهوری آذربایجان و ترکیه و نیز کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس در راستای استراتژی اسرائیلی تجزیه ایران در کمین فرصت به تیک تاک ساعت آغاز تهاجم گوش فرا میدن. در مقابل این هجوم مدیریت شده توسط تل‌آویو، دولت پاسدار سالار آخوند رئیسی با مانورهای نظامی سازمان نیافته پیاپی، ضعف‌های اصلی فناوری، فرماندهی و سازماندهی ارتش و سپاه را آشکار می‌کنند و نقاط ضربه‌پذیری آسان اونها را به اطلاع سرویس‌های اطلاعاتی دشمن می‌رسونند. تمامی مجموعه بحران‌های داخلی نیز در حال حرکت به سوی نقطه اوجی هستند که پس از رسیدن به آن کمترین امیدی به قابل جبران بودن خود را از میان خواهند برد. از جمله بحران کم آبی، بحران رکود اقتصادی، بحران تورم و افزایش قیمت‌ها، بحران بیکاری، بحران تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی، بحران زیست محیطی با نمادهایی مانند فرونشست زمین، بحران کرونا، بحران افزایش جمعیت، زیر خط فقر مطلق، بحران مالی و بی‌ارزش شدن پول ملی در مقابل دلار، بحران خانواده و جمعیت و زاد و ولد و غیره. انتخاب رژیم دیگه نه فرار به گذشته است و نه حتی فرار به جلو، بلکه فرار از هر گونه حرکت به عقب و جلوست. حالا در مقابل این پرده تاریک و سیاه از شرایطی که میره به کار تاریخ و تمدن ایران پایان ببخشد، یک ناظر کنجکاو میتونه این پرسش رو مطرح کنه که آیا اراده‌ای هم برای متوقف ساختن روند نابودی کشور وجود داره یا خیر؟
پاسخ البته که ساده نیست، اما روشنه. دولت ملت ایران اینک در بدترین شرایط تاریخی خیش قرار داره. ملت ایران از دولت ایران متنفره و دولت ایران ملت ایران رو به چشم دشمن خودش میبینه. این درجه از جدایی میان دولت و ملت بی سابقه است. دولت فاقد کارکردهای لازم برای ارائه خدمات و امکانات حداقلی به ملت شده و دلیل وجودی خود رو در چشم مردم ایران از دست داده. اما به این عدم مقبولیت و نداشتن مشروعیت خود بی‌اعتناه و میخواد با گلوله و تهدید و حبس و کشتار در قدرت بمونه. مردم از یک سو از دولت متنفرن و از سوی دیگه توان پایین کشیدن اون رو در قالب یک قیام دارای رهبری و سازمان یافته ندارن. تنها راه نجات ایران و ایرانی پس گرفتن کشور از دست رژیم آدمکش، بی‌لیاقت و احمق‌های حاکمه. فراموش نکنیم که قدرت ما مردم بی نهایته، اگر که به اون باور داشته باشیم و اینکه هر مشکلی راه حلی داره. انتخاب با ماست. مرگ بر اون دسته از مسئولین بی کفایت و بی لیاقتی که مملکت ما رو به این روز کشوندن. مرگ بر این مسئولین. مرگ. امیدوارم که این تیرهایی که توی سینه های جوون های ما نشانه می گیرن و فرو می کنن به زودی این سر نیزه نصیب خودشون بشه. این صحنه در پخش زنده شبکه یک به نوعی غیر منتظره و به یک بار پخش شد و مسئولان شبکه نتونستن سانسور کنن. کشور عزیز و ارزشمند، در آخر فقط ایران میماند و ایرانی. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.